با سپاس فراوان از شما عزیزان که برنامه ما رو پیگیری میکنید و در این کارگاه نکته و تست نظرات خودتون رو اعلام میکنید و ما خوشحالیم تونستیم تا اینجا رکورد تستایی که میتونه برای شما خیلی ارزشمند باشه رو بشکنیم و تعداد تستای خیلی بالایی رو ما اینجا آوردیم تو برنامه هم با نکات و با روش های مختلف به کار ببندیم، استفاده بکنیم و شما هم لذت ببرید. امیدواریم که این برنامه که الان پیشتون هست درباره فصل پنجم هست از فیزیک 3 که مربوط به فیزیک جدیده. بحثای مربوط به پدیده فوتوالکتریک، طیف اجسام، طیف‌های خطی و همینطور مدل‌های اتمی هست که شما میتونید این تستا رو ببینید و در این کارگاه از نکاتی که براتون ارائه کردیم استفاده کافی رو داشته باشید. درود بر شما. دوستای عزیز، سوال 13 رو می‌خوایم با هم نگاه کنیم. میگه در آزمایش فوتوالکتریک بسامد نور تکرنگی به اندازه 8 ضرب در 10 به توان 14 هرتز از بسامد آستانه فلز برای تنگستن بیشتره. با تابش این نور به سطح فلز انرژی جنبشی هر یک از سریع ترین فوتو الکترون ها انگام گسیل چند الکترون ولته؟ خب اچو که داده بار الکترون هم داده. بچه یادتون باشه کای ماکسیموم ما دو سه تا رابطه براتون اون جلسه نوشتیم. کای ماکسیموم یکی رابطه اصلیش بود HF منهای W صفر، یکی دیگه هم بچه ها بود گفتیم HF، جای اینم نوشیم HF صفر که هاشو فاکتور گرفتیم شد چی بچه ها؟ شد HF منهای F صفر. F بسامد تابیده شده، اینم بسامد آستانه است. یکی دیگه هم به جای افا سیبلاندا میذاشیم که الان موضوع ما، خودش گفته بسامد تابیده از اون بسامد آستانه چقدر؟ 8 ضرب در 10 به توان 14 هرتز بیشتره. یعنی خودش اف منهای اف صفر رو به ما چند داده بچه ها؟ اف منهای اف صفر رو داده 8 ضرب در 10 به توان 14. خب اچ هم که به همون داده کای ماکسیموم میشه چقدر بچه ها؟ اچ که اچ رو چند داده؟ 6 و 6 ضرب در 10 به توان منفی 34 داده، ولی این واحدش الان ژول ثانیه است. اما این بر حسب چی خواسته؟ الکترون ولت. پس باید به 1 و 6 ضرب در 10 به توان منهای 19 هم تقسیمش کنم که بشه چی؟ که بشه الکترون ولت. بعد اف منهای اف صفرمون هم که شده چند بچه ها؟ 8 ضرب در 10 به توان 14. خب اینو میتونی 16 کنی، اینو بکنی منهای 20. میبینی؟ درست شد بچه ها؟ خب الان 8 رو با 16 میزنیم میشه 2، 2 هم که با این بزنم میشه 3 و 3 دهم. پس کای ماکسیموم ما بچه ها میشه چی؟ 3 و 3 ضرب داره این منهای 20 میره بالا با این. خب پس دیگه چی نمیمونه دیگه، میشه 34 با این میره، میشه 3 و 3 دهم الکترون ولت. خیلی تمیز و قشنگ در اومد، سوال قشنگی بود بچه. خب 3 و 3 دهم گزینه 2 میشه. سوال 14 میگه تابع کار فلز A 2 و 4 دهم الکترون ولت و تابع کار فلز B 1 و 9 دهم. یعنی چی بچه ها؟ یعنی برای کندن یه الکترون از سطح فلز A اینقدر انرژی لازمه، برای B اینقدر. خب سریع گفتم بریم سوالو. این دو فلز در معرض تابش امواج فرابنفش با طول موج معین قرار میگیرن. بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون های جدا شده از سطح فلز A در مقایسه با فلز B چقدره؟ خب پس ما الان تابع کارا رو داریم، تابش امواج فرابنفش هم که داریم با طول موج معین. میگه بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون های جدا شده از سطح فلز A در مقایسه با فلز B 2.5 الکترون ولت بیشتره، 0.5 الکترون ولت کمتره، 2.5 الکترون ولت کمتره و 0.5 الکترون ولت بیشتره.
خب اینجا باید چی کار کنیم بچه ها؟ دبلیو صفر رو داریم، از ما چی میخواد؟ کای ماکسیمومون رو میخواد. نگاه کنیم. خب کای ماکسیموم میشه هاش اف من های دبلیو صفر، درسته؟ کای ماکسیموم ای رو حساب کنیم. کای ماکسیموم ای میشه هاش اف که ثابته، اون انرژی ثابته، من های دبلیو صفر ای، و برای اینم کای ماکسیموم بی میشه هاش اف من های دبلیو صفر چی بی. خب بچه این که ثابته، کدوم اینا بزرگتره؟ مال ای دو چهاره. کدوم اینا کمتره؟ مالی پس بی معلومه بیشتره، چون مقداری که از این کم شده کمتر از اونه. بنابراین کای ماکسیموم بی منوی کای ماکسیموم ای مساویه با اینا رو از هم کم بکنید، هاش افا که میرن، هاش افا که میرن. پس بنابراین اگر ما اینا رو از هم کم بکنیم، اول اینو بنویسم، میشه منهای دبلیو صفر بی و علاوه دبلیو صفر ای. همین چی شد بچه؟ اینا رفتن. خب اینا رو که از هم کای ماکسیموم هاشون حساب بکنیم، برای بی چند بود؟ بود منفی 1.9 الکترون ولت، به علاوه اینم که شد 2.4 میشه الکترون ولت، میشه 0.5 الکترون ولت، مثبت هم دارن. پس معلومه کای ماکسیموم بی 0.5 الکترون ولت بیشتره. انرژی جنبشی فوتو الکترون جدا شده از سطح فلز ای در مقایسه به بی 0.5 الکترون ولت کمتره، بی بیشتره. پس گزینه 2 رو انتخاب میکنیم. بله سوال قشنگی بود. و اما تست 15 میگه در مورد فوتون های گسیلی از اتم هیدروژن با افزایش مقدار NAU، NAU تراز چی بود بچه ها؟ تراز بالا بود، برای رشته معینی که NL بود تراز پایین تره بود، فاصله بین طول موجهای آن رشته، خب یه بار دیگه دقت کنید، میگه در مورد فوتون‌های گسیلی از اتم هیدروژن یعنی مدل بور، با افزایش انرژی ان چی مبدأ، برای یک رشته معین، حالا رشته لیمان، بالمر، پاشن، هر چی هست، اون تراز پایینه اگر ثابت باشه این هی بره بالاتر، فاصله بین طول موجهای آن رشته چه اتفاق میفته؟ هرچی میره بالاتر خب انرژی بیشتری آزاد میکنه، خب بسامد هم زیاد میشه، ولی طول موجهامون کوتاه‌تر میشه، پس کاهش پیدا میکنه. چیش؟ فاصله بین طول موجها کاهش پیدا میکنه. بنابراین گزینه 2 رو انتخاب میکنیم. و اما تست 16، اگر در پدیده فوتو الکتریک که الکترون ها از سطح فلز جدا میشوند، به جای لامپ فرابنفش 30 وات از لامپ فرابنفش 60 وات، یعنی چی ثابته بچه ها؟ لامپ فرابنفش 30 وات و 60 وات تفاوتشون تو توانه، این توانشون تو شدت نورشونه، ولی بسامد همون فرابنفشه، پس بسامد ثابته. کدام یکی از موارد زیر دو برابر می شود؟ بیشینه انرژی جنبشی فوتو الکترون ها، نه اون بود هاش اف من های دبلیو صفر، یه دبلیو صفر ازش کم میشه. سرعت فوتو الکترون ها، بازم ما گفتیم وقتی شدت رو زیاد می کردیم، دقت کردید روی کای ماکسیموم اون تاثیر نداشت. تعداد فوتون ها، چون وقتی توان میره بالا یعنی مقدار بسامد ثابته، هاش اف ما ثابته، ان زیاد شده که شدت رفته بالا، پس تعداد فوتون های جدا شده از سطح فلز در هر ثانیه بیشتر میشه. این هم از تست 16. بریم سراغ تست 17، از جملات زی چه تعداد صحیح هم؟ طیف های اتمی هیچ دو عنصری مثل هم نیست. خب این درست، این یک درست.
تعداد درست خاص. این یک. گسیل نور و جذب نور توسط اتم‌های عنصر از دیدگاه کلاسیکی توجیه پذیر است. توجیه پذیر نبود، نمیتونستیم بر اساس دیدگاه کلاسیکی بگیم. سه، گسسته بودن و اختصاصی بودن طیف‌های اتمی از دیدگاه کلاسیکی قابل تفسیر نبود. درسته، قابل تفسیر نبود. تا اینجا دو تا. کوتاه‌ترین طول موج خطهای طیف اتم هیدروژن به ازای NaL1 و NaU2 هست. نه دیگه، برای کوتاه، این برای بلندترین، کوتاه‌ترین مدار بی‌نهایت می اومد به یک. پس این غلطه. تا اینجا دو تا درست. الگوی اتمی بور دارای جنبه‌های کلاسیکی و کوانتومی بود. بله درسته. جنبه کوانتومیش در اصل اون انرژی که گسیل می‌کرد و کلاسیکیش اون که مثل مدل رادرفورد مدل مداری یا منظومه‌ای بود. پس تا اینجا دو تا گزینه یک رو انتخاب می‌کنیم. عذرخواهی می‌کنم، سه تا درست شد که گزینه دو رو انتخاب می‌کنیم. گزینه یک درست بود، گزینه سم درست بود و گزینه معادله در اصل این پنجمون هم درست بود. پس شد سه تا مورد گزینه دو میشه. بریم سراغ تست 18 صفحه بعد. میگه در اتم هیدروژن الکترون در طرز 4ه. کوتاه‌ترین طول موجی که این الکترون را میتواند جذب کند چند نانومتر؟ خب جذب کنه چی بشه بچه ها؟ وقتی تو تراز چهاره جذب میکنه میره پایین یا میره بالا؟ آفرین. برای کوتاه‌ترین باید بره کجا؟ کوتاه‌ترین طول موج یعنی بیشترین انرژی. بیشترین انرژی یعنی اون رو ببره در بالاترین تراز. بالاترین تراز بی نهایته. پس یعنی مثل این میمونه که از تراز 4 بره بی نهایت یا از بی نهایت بیاد به 4 تابش میکنه، از 4 به بی نهایت جذب میکنه. خب آرم که داده. بنابراین میتونیم از رابطه ریدبرگ حساب کنیم، یک برای لاندا آر ان پریم دو ان دو. بچه اینا رو کتاب یو و ال گذاشته بود، ما حالا اجازه بدید دیگه خیلی پیچیدش نکردیم. یک بر روی لاندا آر. خب از اینجا اگه جذب کنه منفی باید در بیاد، ولی چه کار کنیم؟ نیاز نیست منفی شو حساب بکنیم، مثل اینکه بی نهایت اومده به 4. مثل چیه؟ از 4 رفته به بی نهایت. پس این 4 میشه 16، اینم که میشه یک بر روی بی نهایت به توان 2 که میشه 0. ببین اگه جذب بود جای این دوتا باید عوض میشد، فقط تفاوتش این که دیگه منفی داشت. خب از اینجا یک بر روی لاندا اینم که 1/100، اینم که شده 1/16، پس لاندامون میشه 1600 نانومتر، یعنی گزینه دومون میشه. بله گزینه دو جواب صحیح ماست. خب سال 19، بازده یک دستگاه لیزر 3% و توان ورودی به دستگاه 270 واته. لیزر یه نوری، یه انرژی میگیره، یه انرژی، یعنی یادتون باشه گفتیم بسامدی رو باید بهش بدیم که دو تا بسامد گسیم. ورودیشون بسامد نوریه که میگیره، خروجیشون اینه که به عنوان نور لیزر خارج میشه. اینو حواست باشه. بازده یک دستگاه لیزر 3% و توان ورودی به دستگاه 270 واته. اگر طول موج باریکه لیزر 6600 آنگستروم باشد، در هر دقیقه چند فوتون از این لیزر گسیل میشه؟ اچ هم که داده، سی هم داده. خب بچه ها اول فرمول بازده رو بنویسیم راندمان، میشه توان خروجی به توان ورودی ضرب در 100. بازده رو چند درصد داده بود؟ 3% میشه 300. خروجیش رو نداریم، خروجی اون چیزی که نوری که از لیزر خارج شد، ورودی اونی که وارد شده داده 270 وات. خب پس از اینجا پیمون چند در میاد بچه ها؟ اینو در این ضرب کنید، صفر ساده میشه، میشه چند؟ 3 × 7 = 21 = 6 × 7. خب یه رقم هم اشار داره، میشه 7.1 وات. این خروجیشه، 7.1 وات. یه بار دیگه 3 × 21 = 6 × 8. بله مرسی.
خب 8.1 وات شد، چون یه صفر رو زدیم، اینم که در این ضرب بشه یه رقم اشار میخوره. خب این توان ماست. حالا انرژی بود ان هاش سی به لاندا، تعداد میشه چی بچه ها بگید؟ ای لاندا تقسیم بر چی؟ هاش سی. انرژی هم که میشه نوش پی ضرب در تی، درسته؟ هاش سی. خب یه چیز بگم، بخندید بچه ها. آره این لای پتوی حسن یادتون باش، لاندا پی تی هاش سی. من تعداد فوتون هایی که یک چشمی داره گسیل میکنه. خب حالا حساب بکن، این مساویه با لاندامون بوده 6600 آنگستروم، یعنی 66 ضرب در 10 به توان منهای 8. خب پیمون هم دروردیم 8.1. خب زمانمون هم گفته در هر چقدر دقیقه، یعنی 60 خودش گفته. اچمون هم داده 6.6، یعنی 66 ضرب در 10 به توان منهای 35. آره درسته. خب سیمون هم که 3 ضرب در 10 به توان 8. خب بریم پیدا کنیم این 66 با این میره، این 3 هم با این 60 داده میشه 20 میمونه، 20 هم در این ضرب میشه، میشه 2 تا و 100 و 2 8 16 162. خب این با این میشه چند بچه ها؟ میشه -27. -27 میره بالا میشه -27. پس یه ضرب توان چند داریم؟ منهای 8 داریم. یه ضرب توان چند؟ 27 داریم. میشه چند؟ 162 ضرب در 10 به توان چقدر بگیریم بچه؟ 19 تا. بله. خب عرضم بزرگ شما 1.62 ضرب در توان 21، گزینه 3 اینو داده. ببخشید 1.62 ضرب در توان 21. چه فرمول جالبی شد. چی بود بچه؟ آره این لای پتوی حسن یادتون باشه، لامدا پی تی هاش سی، مربوط به تعداد فوتون هایی که یه لامپ یک منبع با توان پی در مدت تی میتونه گسیل کنه با طول موج لامدا. خب گزینه 3 رو انتخاب کردیم، بریم سراغ تست 20 بچه های عزیز. میگه ثابت ریدبرگ برای اتم هیدروژن آر برابر با ای آر که ثابت ریدبرگه، یعنی انرژی از خواهی میکنم، ای آر انرژی ریدبرگ، سی سرعت نوره و ایچ ثابت پلانک، کدوم گزینه است؟ خب من نمیدونم، یادم رفته. میام میگم که ای این امن های ای این پریم مساوی بود با هاش اف. خب ای این میشه منفی ای آر این دو به علاوه ای آر این پریم دو، این هم های سی به لاندا. این های سی رو بیارید این ای آر هم فاکتور بگیرید، پس ای آر به های سی چی میمونه بچه ها؟ یک بر روی ان پریم دو، یک بر روی ان دو، این هم که یک لاندا. اثبات کردم رابطه ریدبرگ و از روی مدل بور. این الان نگاه کنید با اون فرمولی که توی ریدبرگ قبلا داشتیم بود، آر یک بر روی ان پریم دو منهای یک بر روی ان دو. خب خودت ببین، پس آر میشه ای آر به های سی، ای آر به های سی گزینه سه میشه. بله ادامه برنامه رو میگه. و اما تست 21 عزیزان میگه پر انرژی ترین فوتون رشته پاشن، پاشن ان پریمش 3 بود، برای اتم هیدروژن چند ریدبرگه؟ پر انرژی رشته پاشن یعنی باید بیاد روی تراز 3. از کجا بیاد روی تراز 3؟ از بی نهایت. چرا بی نهایت؟ چون بالاترین تراز وقتی میاد به تراز 3 انرژی که آزاد میکنه بیشترین مقدار، اما اگه 4 بیاد به 3 کمترین میشه. پس از بی نهایت باید بیاد به 3. چرا 3؟ چون گفته پاشن.
خب مدل بور داشتیم EN منهای EN پریم مساویه با چی؟ هاش اف. خب این انرژیه میشه، ایمون میشه، به جای هاش اف ایو میذاریم. خب EN مون بود منفی ER N2 به علاوه ER N پریم به توان دو. خب ER که یک رید برگه، بنابراین ایمون به دست میاد، میشه بچه ها منهای یک بر روی، گفتیم از کجا باید بیاد؟ بی نهایت. به علاوه اینم که یکه، اینم میشه نو. بنابراین ایمون به دست میاد این که میشه صفر، میشه یک نهم رید برگ. بنابراین پر انرژی ترین فوتونی که میتونه در سری پاشن گسیل بشه یک نهم رید برگه، یعنی گزینه سه ما خواهد بود. خب بریم سراغ تست بعدی. تست 22 میگه کوتاه ترین طول موج طیف اتم هیدروژن در ناحیه فروسرخ. آقا جان یه لطف کن سوالو یکم زوم کنی، من چون نمیخوام رو تخته برم، حالا حلم میکنیم براتون، ولی اول بعضی سوالا رو خوبه که گاهی اوقات شما دقت روش داشته باشید، شاید بشه همینجوری از گزینه ها تشخیص داد. کوتاه ترین طول موج طیف اتم هیدروژن در ناحیه فروسرخ، در ناحیه فروسرخ جای خالی نانومتر، و بلندترین طول موج طیف مرئی در سری بالمه جای خالی نانومتر است. ثابت رید برگم دادی 100. بچه ها توی نور مرئی یادتون باشه بین 400 تا 700 نانومتر بود، حالا اینجا 720 گرفته برای نور قرمز میشه، پس بلندتری میشه 720. ببین تو گزینه 450 نمیشه، 720، 720 میشه، اینم نمیشه. خب حالا نگاه کنید بچه ها، طول موج بعد از 720 که میشه دیگه تو فروسرخ برای کوتاه ترینش قطعا باید 900 باشه. 2500 یعنی دو تا گزینه‌مون درسته، یا این یعنی، ولی چون گفته کوتاه ترین در ناحیه فروسرخ باید 900 در، یعنی تابلو اینجا گزینه 3 میشه. با این حال ما حساب میکنیم، نگاه کنین. خب اول میریم سراغ طول موج فروسرخه. بچه برای کوتاه ترین باید سری پاشن. چرا پاشن؟ به خاطر اینکه فروسرخ از پاشن شروع میشد، برای کوتاه ترین پاشنه، بلندترین باید میرفتیم تو پفون. بنابراین میشه یک بر روی لاندا، این مینیمومش، این که یک صدم داده خودش. ان پریمون باید پاشن سه باشه، میشه نو. اینم که بی نهایت به توان دو که میشه صفر. خب از اینجا لاندای مینیموممون میشه چقدر؟ 900، همونی که من براتون گفتم. خب پس معلوم شد گزینه سه میشه. حالا برای چی میخوایم؟ بالمر میخوایم. یک برای لاندای ماکسیموم این که میشه یک صدم. ان پریم بالمر، بالمر بود دو، میشه چهار. بعد بعدیش میشه چی؟ خب بچه دو بوده، ان پریممون دوه، بعد از چند بیاد؟ سه بیاد، نه از سه بیاد به دو، چون ما میخوایم چی حساب بکنیم؟ کوتاه ترین رو حساب بکنیم. کوتاه ترین رو باید بگیریم از سه به دو، میشه نو. پس یک برای لاندامون میشه یک صدم، چی میشه بچه ها اینجا؟ 36. 36 نو، 5 36 هم، پس لاندامون میشه 3650، میشه 720 نانومتر. خب اون که هم اول بهتون گفتم گزینه 3 رو روش سریعش بود، پس گزینه 3 جواب صحیح ماست. خب اینم سوال خوبی بود بچه های عزیز. یه محدوده ای از این عدد خاطرتون باشه. پس 900 تقریبا میشه کوتاه‌ترین فروسرخ، 720 هم میشه بلندترین مرئی، کوتاه‌ترین مرئی هم که حدود 400 یا 450 نانومتر. و اما تست 23 بچه ها میگه در اتم هیدروژن اگر الکترون در تراز N مساوی 6 قرار داشته باشد، با در نظر گرفتن تمام گذارهای ممکن تعداد فوتون‌های تابشی با انرژی مختلف در رشته بالمر، یعنی N پریمش 2 باشه، چند برابر تعداد فوتون‌های تابشی با انرژی‌های مختلف در رشته پاشن یعنی NH3 باشه. پس از تراز 6 ببین من اینجوری میکشم بچه، این N6، 5، 4، 3، 2، این 2 میشه بالمر،
این 3, 4, 5, 6. یه دونه دیگه هم برای پاشن میکشیم. این 6، این 5، این 4، اینم 3 میشه پاشن. اینم شد بالمر. خب حالا حساب میکن. بچه ها از 6 به 5، از 6 به 4، از 6 به 3، از 6 به 2. حالا رنگ دیگه میکشم که معلوم بشه. از 5 به 4، از 5 به 3، 5 به 2. بعد عرضم حضور شما که بعدی رو بکشم. خب تا 5 رسیدم، حالا از 4 به 3، از 4 به 2 و آخریشم که میشه چند بچه ها؟ از 3 به 2. خب میشه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. این 10 تا میشه. حالا بریم سراغه. از 6 به 5، از 6 به 4، از 6 به 3. این مال این. از 5 به 4، از 5 به 3. اینم مال این و یکی هم از 4 به 3. 1، 2، 3، 4، 5، 6. اینجا هم 6 تا. پس نسبتش میشه 10 به 6. یعنی 5/3. یعنی گزینه 3 میشه. بله اینم هست. خب گزینه 3 رو انتخاب میکنیم. بریم سراغ تست 24. تابع کار فلزی 6 الکترون ولته. اگر بیشینه انرژی فوتوالکترون های جدا شده از سطح فلز 10 الکترون ولت باشه، بسامد پرتوهای فرودی به این فلز چند برابر بسامد های آستان است؟ خب ببین بچه ها، انرژی فوتون هاش افه. انرژی فوتون رو کای ماکسیموم هم بود هاش اف منهای دبلی صفر. اینو داده 10، هاش اف رو نداریم، دبلی صفر هم داده چقدر؟ 6. پس معلومه هاش افمون به دست میاد 4. شانس دارم. خب هاش افمون شده 16. دبلیو صفر هم بود هاش اف صفر که شده 6. حالا اینا رو به هم تقسیم کنیم. کدوم به کدوم خواسته؟ گفته بسامد فرودی چند برابر بسامد آستان است. یعنی هاش اف به هاش اف صفر، هاشو که با هم میرن میشه 16 به 6 میشه 8 صفر. گزینه با 3. بریم چک کنیم. بله این هم هست. و اما تست 25. در اتم هیدروژن هنگامی که از مدارهای پایین به طرف مدارهای بالا پیش می رویم، انرژی ترازهای آن جای خالی و فاصله بین ترازهای انرژی جای خالی. نگاه کنید بچه ها، یادتون باشه ما اگر تراز انرژی n مساوی 1 می‌گرفتیم که 13.6 الکترون ولت بود، منفی البته، تراز دوم اگر بر حسب شعاع می‌خواستیم بگیریم، فاصله بین، ببین اختلاف انرژیشون اینجا میشه چقدر؟ اینجا میشد 3 و 4. بعدی از نظر انرژی میشد 1.5. حواست باشه اینجا چی داره میگه ها. از نظر انرژی داره هی فاصله بین ترازهای انرژی کم میشه، یعنی اختلاف انرژیشون هی داره کاهش پیدا میکنه. پس بین این دو تراز اختلافه. اما از نظر شعاع بخوایم بگیریم، شما اگر مدار اول بود که میشد شعاعش آصفر، یادتون باشه، اجازه بدید من اینو این شکلی بکشم. شعاع اول که آصفر بود، شعاع بعدی میشد 4 تا آصفر، شای بعدی میشد 9 تا آصفر. این خوب دقت بشه. چرا؟ چون فرمول بود Rn آصفر N2. پس ما اینجوری در نظر میگیم، از نظر انرژی خب بیشترین انرژی رو اینجا از دست میده. در تراز بالا که این انرژی میشه 0،
خب اینجا که میاد پایین خیلی انرژی از دست میده. حالا داریم یه تراز پایین میریم بالا، داره انرژی میگیره، چون باید بگیره بره بالا دیگه. هی این این انرژی که داره میگیره بیشتر و بیشتر میشه که به چی میرسه؟ به صفر میرسه، یعنی آزاد میشه. بنابراین هر چی میره بالا انرژی الکترون افزایش پیدا میکنه، هر چی میاد پایین باید بیشتر از دست بده، پس کمتر میشه. پس وقتی میاد به پایین ترین، یعنی تراز یک، به پایین ترین سطح انرژی خودش رسیده که حالت پایی است. یعنی الکترون تمایل داره همیشه به پایین ترین سطح انرژی خودش. بنابراین وقتی از تراز پایین میریم بالا چه اتفاقی داره میفته؟ انرژی الکترون داره افزایش پیدا میکنه. ولی اگه منظور این باشه که فاصله بین این اختلاف این دو نوع انرژی داره کم میشه، اما فاصله شعاعهامون داره زیاد میشه. پس چون اونجا گفته که فاصله بین ترازهای انرژی، فاصله بین ترازهای انرژی داره بیشتر میشه، اما از نظر مقدار انرژی داره کم میشه، میره بالا. خب پس انرژی افزایش پیدا میکنه میره بالا و فاصله هم افزایش، یعنی گزینه یک میشه. اگه منظور ما روی اختلاف انرژی، هر چی میریم بالا این اختلاف انرژی داره کم میشه. تو تراز اول 13.6، تراز دوم 3.4، بعدی میشه 1.5 الکترون ولت. یعنی اختلاف انرژیشون داره کم میشه، اما فاصله ترازها داره زیاد میشه. پس هم رو به بالا انرژی کمتری از دست میده، چون داره دریافت میکنه، انرژیش میره میگیره میره بالا، پس انرژیش زیاد میشه، انرژی افزایش، ولی فاصله بین ترازها هم داره افزایش میده.